سلام بینندگان گرامی امروز جمعه 12 فوریه است عبدالله اشرف هستم در خدمت شما در چند دقیقه دیگر تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم ساعت به وقت شهر پراگ رسوده و با وقت دوشنبه 14 است کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان میگوید که سال گذشته 515 موضع خطرناک برای زندگی را ثبت کردند و باید در دو سال دیگر صدها خانواده به جای امن کوچونیده شوند جمشید کمالوف سردار سرایستی حفظی احالی این کمیته روزی 11 فوریال در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت در این منطقه ها 24 هزار خانواده با بیش از 158 هزار احالی سکونت دارند و گفته او تا سال 2023 باید 663 آیله از این محل های نامن برای زندگی به منطقه های امن کوچونیده شوند تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی به مثل ترما و خاک و سیل و آبخیزی است و کشور سالانه از این فلاکت ها میلیون ها دلار ضرر می بیند. шаби гузашта дар натиҷаи бархурди ду мошин дар шаҳри душанбе се нафар мусофирони ҷавони яке аз мошинҳо ба ҳалокат расиданд ба гуфтаи вазорати корҳои дохила садама дар кӯчаи карамови шаҳри душанбе рух додааст ронандаи мошини тайёта авалон ки гуфта мешавад худ майёри милиса аст суръатро баланд карда ба самти муқобили роҳ мебарояд ва ба мошини опел бармехӯрад در نتیجه سه مسافر اپل به هلاکت رسیدند صدمه نقلیاتی در راه های تاجکستان به خصوص با اشتراک مقامداران یا فرزندان آنها باعث با وجود آمدنی سر و صداها می شود بینندگان ارجمند همکارانمان در شهر دوشنبه مشغول تحقیق جزئیات این حادثه پرقربانی هستند در برنامه اخبار, از... اخبار آزادی در این باره به با تفصیل برایتان گزارش خواهیم داد یک ساکینی نواحی حصار را با اتهام تجاوز یک پسر نابالغ بازداشت کردند مقامات محلی در ناحیه گفتند که حادثه تقریبا ده روز قبل در نوحی تورسون رخ داده است نو بدار شعبه کارهای داخلی شهر حصار روز 11 فوریه در تماس کوتاهی تلفنی با رادیو زاده گفت که برزیدی جوانی که به پسر نابالغ دست درازی کرده است پرونده جنایی باز شده تفتیشات ادامه دارد ба гуфтаи манбаъ ин мард ҳоло дар боздошт қарор дорад назари наздикони фарди муттаҳам ва низ ҷониби ҷабрдида дар робита ба ин ҳодиса ҳанӯз маълум нест моҳҳои охир мавридҳои таҷовуз ба номус ва бадахлоқӣ нисбат ба хурдсолон дар тоҷикистон зиёд расонаӣ мешавад ваколатдори ҳуқуқи кӯдак ҳафтаи гузашта зимни нишасти хабарӣ гуфта буд дар як соли ахир даҳ ҳолати бадрафтории ҷинсӣ нисбат ба ноболиғон дар кишвар сабт шудааст ва ин рақам дар қиёс ба омори соли 2019 як маврид бештар будааст президенти м ҷо байден мегӯяд кишвараш то моҳи июл барои ҳар як шаҳрванди ба балоғат расида ваксина дар ихтиёр хоҳад дошт در این زمان او هشدار داد که شاید مشکل انتقال و نگه داشت وکسینه بایسی تاخیر امگزارانی شود. روزی 11 فورال در پجوهشگاه ملی تندرستی ایالات متحده امریکا واقع در کناره های شهر واشنگتن بایدن گفت معمولیت زیر رهبری او باز 100 میلیون واکسن از شرکت فایزر بیونتک و 100 میلیون دیگر از شرکت مدرنا به دست می آورد. حکومت ایالات متحده آمریکا برای خریدن 100 میلیون واکسن سازش امضا کرده بود. دادگاه نوحی یکومی مای شهر بشکیک معاوین پیشین رئیس خدمات گمرکی قرغزستان رایم بیک مطرعی در فسادکاری عبدار کرده 260 هزار سام معادل 3 هزار دلار جریمه کرد. حکم دادگاه در یک مرافعه اعلان شد. همچنین قرار حبسی دارائی های مطرعی از جمله خانه هایش در شهر بشکیک و اوش ویلایت اسقکول صادر شده حساب های بانکیش بکار شدند. خودی مطرعی گناه را به گردن گرفته گفت با مفتشان اختیارا همکاری کرد. матраимовро барои он танҳо 260 00 сом ҷарима карданд ки ӯ пештар ба давлати қирғизистон 236 миллион доллар ҷуброни зарар аз фасодкориҳояшро пардохт кардааст алайҳи раимбек матраимов ки бо лақаби раиммилион низ маъруф аст пас аз нашри силсилаи таҳқиқотҳои рӯзноманигории оссrп созмони гузоришгарон дар робита ба ҷиноятҳои созмонёфта ва коррупсия нашрияи клоб дар қирғизистон ва бахши қирғизии радиои озодӣ парванда боз шуда буд бинобар тадқиқотҳо хонаводаи матраимовҳо дар чанд соли ахир зиёда аз 700 миллион долларро ғайриқонунӣ аз қирғизистон ба хориҷ бурданд баъди нашри таҳқиқот зидди матраимов парвандаи ҷиноӣ боз шуд ӯ ва наздикони ӯ ва ҳамчунон чил мансабдори хадамоти гумруки қирғизистон дар ташкили нақшаи коррупсионии даромади пинҳонӣ аз мақомоти гумрук айбдор шуданд خبرگزاری های اوزبکستان می که آجانسی مهاجرت مهنتی این کشور از مهاجران اوزبک خواسته است با دعوت نامه های قلبکی برای ورود روسیه باور نکنند اعلانی پیشنهاد خدمات برای دریافت اجازه نامه سفر با مقصد کار در روسیه از جانب شرکت های تقلبی در شبکه های اجتماعی زیاد شده است آجانسی خاطر رسان کرده است که از 16 مرد سال گذشته ورود شهروندان خارجی به روسیه و همین طور دادن ویزا و دعوتنامه برای سفر به آن کشور من شده است بنابر این از مهاجران کاری دعوت شده است که با هر واسطه از جمله با راه های غیر قانونی تلاش رفتن به روسیه را نکنند از این پیشتر حقوقدان ها از مهاجران تاجیک نیز خواسته بودند از سفر غیر قانونی به روسیه خودداری ورزند то имрӯз мавридҳое ҷой доштанд ки шаҳрвандони тоҷикистон бо санъадҳои қалбаки ташхиси тиббӣ харидаанд худро ронандаи боркаш муаррифӣ карданд ва ё тавассути ҷангал марзи русияро убур карданд ин гуна вуруди ғайриқонунӣ ба хоки русия ҷиноят ба шумор рафта аз ҷарима то чанд соли зиндонро дар пай дорад و رو به خبرها از تاجیکستان زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگی تاجیکستان گفت سیتاد جمهوری مبارزه با کووید 19 در تاجیکستان اجازت داد است که تماشا بینان با رعایه میارهای بهداشتی به تیاترهای کشور روند تیاترهای تاجیکستان از زمان اعتراف گریفتاری نخستین ساکنی تاجیکستان با کرانوی روز در تاریخ سی اپریل سال 2020 بسته بودند در همین حال خانم دولت زاده گفت سال گذشته دو تئاتر تاجیک تئاتر جوانان و تئاتر به نام در جشنواره های بین المللی تئاتر شکل آنلاینی شرکت ورزیدند فعلا تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی چپته ها را با نمایش ها توسط آنلاین به فروش گذاشته است дар соли ҷорӣ намоиши театрҳо низ ба сурати онлайнӣ сурат мегирад гуфт вазир зулфия давлатзода афзуд ки соли гузашта дар 8 театри тоҷикистон 28 асари нав ба намоиш гузошта шуд ва 7афт асари навро театри ба номи абулқосим лоҳутӣ ба саҳна гузоштааст кормандони гумрӯк дар вилояти хатлон аз қочоқи тақрибан ду тона маводи доруворӣ ба афғонистон در زمانی پاندمیا جلوگیری کردند زفر ممدیف سردار ریاستی منطقوی گمروک در ولایت خطلان گفت قاچاقچیان خواستند این داروها را در شکل سمنت با آن طرفی مرز انتقال بدهند با قول او یک تن 850 کیلو مواد داروواری و با آنتی سپتیکی در آخر ماه یونی سال گذشته هنگام تفتشی ماشینی دولند که به افغانستان سمنت می‌برده است آشکار گردید این مقامدار افزود قاچاقچیان کوشش کردند توسط گذرگاه مرزی پنج پایان از داخل کشور داروهای را انتقال بدهند که در دوره پندمی کووید 19 ساکنان تاجیکستان به آنها خیلی نیاز داشتند در رابطه به این حالت پرونده جنایتی آغاز گردیده و دوستیتونی ولایت ارسال شده است ва боз хабаре дорем дар робита ба роҳу нақлиёт дар шаҳри душанбе ронандаеро боздошт намуданд ки пиёдагардеро пахш ва аз ҷои ҳодиса фирор кардааст раёсати корҳои дохилии пойтахт менависад ки ин ҳодиса 9 феврали соли ҷорӣ дар маҳаллаи гипрозем ба амал омад як мошини номаълум ҷавони 1нуздсоларо зер карда мегурезад ҷабрдидаро дар бемористон бистарӣ карданд мақомоти милиса маълум карданд ки ронандаи фирорӣ билолиддин юнусов сокини 2солаи шаҳри душанбе будааст ронанда ба гуноҳаш иқрор ва изҳори пушаймонӣ мекунад ҳоло тафтишот мақомоти интизоми пеш мебаранд бинандагони арҷманд дар поёни и нашри сархати хабарҳо ҳамчунон назаре доштем ба қурби арзи хориҷӣ дар тоҷикистон бинобар қурбе ки бонки миллии тоҷикистон барои имрӯз нашр кардааст як доллари амрикои сомониву 30 дирам 1 ро 1 сомонив 72 дирам ва 10 рубли руси 152 сомонӣ арзиш дорад қурби харидуфурӯши асъори хориҷӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ назар ба қурби расмӣ аз то се сомонӣ метавонад фарқ кунад бинандаи арҷманд инҷо расидем ба поёни нашри сархати хабарҳо хабару гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ тақдими шумо мекунем ки пас аз се соат мустақиман дар саҳифаи озодӣ дар yoютub ва саҳифаҳои радии озоди дар фесбук нашр мешавад ва сабташро ҳам метавонед онҷо бубинед